در این شماره از بسته اخبار فرهنگ و هنر ایسنا خبرهایی از افتتاح خانه نیما یوشیج با عنوان موزه شعر نوین ایران و اظهارات وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره جابجایی مرزهای فرهنگی در سالهای اخیر و چند خبر دیگر را مرور می‌کنیم. افتتاح خانه موزه نیما یوشیج. بالاخره خانه نیما یوشیج بعد از سالها بلا تکلیفی و فراز و فرودهایی که پشت سر گذاشت تقریباً به سامان و مرمت شد. خانه نیما یوشیج پدر شعر نو فارسی به یک مخروبه تبدیل شده و حتی مدتی مأمن معتادان شده بود تا اینکه در سال 1398 سرانجام سازمان زیباسازی با توجه به ارزش تاریخی و معنوی این بنا آن را از مالکش خرید و با تعریف کاربری آن به موزه شعر نوین ایران به مرمت و بازسازی آن پرداخت. این خانه روز شنبه 22 آبان با حضور برخی اعضا و مقامات شورای شهر و شهرداری تهران افتتاح شد، اما هنوز کارهایی برای بهره برداری کامل و تبدیل شدنش به موزه باقی مانده است. ادعای جابجایی مرزهای فرهنگی در سالهای اخیر. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه 21 آبان گفته بود قوه مجریه در نظر دارد در چارچوب انقلاب اسلامی مشکلات را حل کند و در کنار اولویت اقتصاد به حوزه فرهنگ هم توجه داشته باشد. بنابراین دولت با همان انگیزه اصلاح اقتصادی باید مسائل فرهنگی را ببیند و در کنار اقتصاد خود را موظف به حل مسائل فرهنگی بداند. محمد مهدی اسماعیلی با اشاره به عباراتی مانند تهاجم فرهنگی، شبیخون فرهنگی و جنگ نرم اظهار کرد طی سالهای اخیر بسیاری از مرزهای فرهنگی ما جابجا شده است، قبه بسیاری از مسائل شکسته شده و این شرایط کار را برای ما سخت‌تر کرده، اما مصمم هستیم در حوزه فرهنگی مبتنی بر اصول انقلاب اسلامی، بیانات امام و رهنمودهای رهبری مسیر تعالی فرهنگی جامعه را تسهیل کنیم. فرهادی بهترین کارگردان جوایز آسیا پاسیفیک. اصغر فرهادی برای فیلم قهرمان موفق به کسب جایزه بهترین کارگردانی از جشنواره سینمایی آسیا پاسیفیک در سال 2021 شد. فیلم قهرمان در سه شاخه دیگر بهترین فیلم، بهترین فیلمنامه و بهترین بازیگر مرد نیز نامزد شده بود. همزمان با اکران فیلم قهرمان در سینماهای ایران، اظهاراتی درباره این فیلم و رویکرد و نگاه فرهادی به سینما، اجتماع و سیاست بیش از پیش مورد توجه قرار گرفت و با توجه به نگاه دو قطبی که درباره اش به وجود آمده بود، نهایتاً او ناچار به انتشار بیانیه ای شد و در آن به تقبیح برخی اظهار نظرها درباره خود پرداخت و اعلام کرد که درباره تمام وقایع اجتماعی و سیاسی مهم دو سال اخیر کشور به صراحت موضع گیری کرده و نظرش را نوشته و گفته است. زرقامی، دوران روش‌های بی‌خاصیت تمام شد. وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی بعد از 3 ماه از آغاز کارش در اولین همایشی که با معاونان، مشاوران و مدیران کل ستادی و استانی این وزارتخانه داشت اعلام کرده دوران تحول در وزارتخانه آغاز شده، هم تحول در اندیشه و نگاه و هم در روش‌های اقدام. عزت الله زرقامی افزود در هر دو حوزه نیاز به ساختار شکنی داریم. خط قرمزهای موهوم و ساختگی برداشته خواهد شد. ما مدیران خلاق و شجاعی می‌خواهیم و دوران روش‌های محافظه‌کارانه، استاتیک و بی‌خاصیت تمام شده. او همچنین گفته آشنا نبودن برخی مدیران با روح وظایف خود و نگاه کلیشه‌ای و رفع مسئولیت بلای جان مدیریت کشور شده و وزارت میراث فرهنگی آنگونه که در شأن و جایگاه آن است مورد توجه قرار نگرفته و وظیفه همه ما بالا بردن جایگاه این وزارتخانه است. تشییع چند هزار نفری یک خواننده محلی. مراسم خاکسپاری سجاد رزمجو، خواننده پرطرفدار ترانه‌های لوری، با حضور جمعیت زیادی در یاسوج برگزار شد. این خواننده 41 ساله که به دلیل انفجار کپسول گاز در خانه اش در بیمارستان بستری شده بود، روز 25 آبان درگذشت و مراسم تشییع او روز چهارشنبه با حضور تعداد زیادی از افراد برگزار شد و متاسفانه در حاشیه این مراسم یک جوان به دلیل سکته قلبی فوت کرد.
در هفته‌ای که گذشت، غلام حیدر اسیر هروی، نویسنده و طنزپرداز اهل افغانستان نیز پس از تحمل یک دوره بیماری، دار فانی را وداع گفت.